خانم معمار صادقی، به گمان شما با توجه به شرایطی که آقای بایدن بالاخره کم و بیش سیاست‌ها شاید شبیه سیاست‌های آقای اوباما باشه تا حدودی و مجلس نمایندگان سنا هم که در دست دموکرات‌ها هست، فکر می‌کنید در چنین شرایطی چه سیاستی پیش خواهد گرفت در مقابل ایران، به خصوص که هیچ مخالفت جدی هم احتمالاً در کنگره متوجه او نخواهد بود؟ سلام عرض میکنم. بله، خیلی من امیدوار بودم که کنگره دست سنا دست ریپابلیکنا باشه که همون جوری که گفتین مقاومت وجود داشته باشه، ولی مقاومت اتفاقا از طرف چند تا سناتور دموکرات هم هست به سیاست هایی که مثل برجام باشه. دفعه پیشم برای خود برجام 4 تا سناتور دموکرات بود که مخالفت خودشون رو اعلام کردن عمومی و الانم سناتورای دموکرات داریم که فشار زیادی دارن میذارن مثل سناتورای ریپابلیکن. اینم بگم که سناتورای ریپابلیکنی هم هستن که خیلی آگاه نیستن به مسائل امنیت ملی و موضوع ایران. همونجوری گفتم امیدوار بودم که سنا به دست ریپابلیکنا بیفته. چرا؟ برای اینکه ما یک تضاد خیلی دلشکننده‌ای داشتیم تو این 4 سال در آمریکا. رئیس جمهوری که بهترین سیاست رو برای مردم ایران و اونهایی که شجاعانه دارن میکوشن برای براندازی جمهوری اسلامی، اون رئیس جمهور، اون پالیسی، اون فشار حد اکثری، اون همبستگی با این مردم متاسفانه از رئیس جمهوری بود که برای خود آمریکا و مردم آمریکا خطر بود به دموکراسی و به طور کلی به نظر دغدغه دولت آمریکا مثلا مردم و دموکراسی بود یا بحث هسته‌ای بود و امنیت ملی خود آمریکا؟ ببخشید یه بار دیگه سوالم از شما این بود که به نظر شما مثلا دغدغه اصلی دولت آقای ترامپ آیا وضعیت دموکراسی در ایران بود یا نگرانی های امنیتی به خاطر برنامه های هسته‌ای ایران بود و نقشی که در خاورمیانه داره؟ هیچ وقت یک رئیس جمهور کشور دیگه ای، لیدر کشور دیگه ای امنیت ملی خودش رو نمیذاره دوم و آزادی مملکت دیگر رو بذاره رده اول. ولی چیزی که هست اینه که فهمی که این ادمنستریشن از طبیعت جمهوری اسلامی داشت این بود که این دو موضوع در از یکی بودن. موقعی آمریکا و به طور کلی دنیا به امنیت میرسه، موقعی هستش که مردم ایران هم آزاد باشن. یعنی تا وقتی که جمهوری اسلامی در قدرت باشه، نه آمریکا به منافع خودش میتونه برسه، نه مردم ایران، نه این مملکت ایران. فکر میکنید که مهمترین تغییری که احتمالاً خواهیم دید در مقابل ایران چه خواهد بود؟ چون خیلی ها دارن میگن درسته که آقای بایدن دموکرات هست و بالاخره بخشی از اعضای کابینه او همون کسانی هستن که کم و بیش در کابینه آقای اوباما هم بودن، اما شرایط دیگه شرایط 2015 نیست و ایالات متحده با توجه به رفتارهای اخیر ایران، با توجه به اتفاقاتی که افتاده مثل همین کشتن قاسم سلیمانی، دیگه در شرایطی نیست که برگردن به همون میز مذاکرات مثل 5-6 سال پیش. واقعیتش این هستش که کسی نمیدونه و همه الان دارن سعی میکنن که فشار بذارن روی ادمنستریشن بایدن که اون چیزی که فکر میکنن باید انجام بشه انجام بشه. و تا اونجایی که من میتونم ببینم صحبتهای آقای بلینکن در این هفته گذشته، این ادمنستریشن با اینکه اون فردها، اون آدمها همون هستن، درس بردن از 4 سال گذشته و به اشتباهایی که خودشون کردن و اینجوری نیستش که نمیفهمن که واقعیت خاورمیانه خیلی فرق میکنه از موقعی که آقای اوباما اول اومد در کاخ سفید و بلا فاصله در از گفتگوی مستقیم، نام نویسی مستقیم با آقای خامنه ای داشت. الان آقای بلینکن گفتن که ما هیچ پولی به جمهوری اسلامی نمیدیم، نرم نخواهیم بود که اونا رو به میز مذاکره ببریم. ممنونم از شما مریم معمار صادقی، فعال سیاسی از آمریکا با ما.